سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، 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 قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الاولین و الاخرین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک جمیعا و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا از سرزمین مقدس کربلا. ایامی است که اهل بیت پیامبر، خاندان پیامبر در حالت اسارت در کوفه به سر می‌برند. آری، یک چنین جنایت‌های بسیار بزرگی در حق خاندان رسالت روا شد. عرض شد باید تاریخ عاشورا رو با دقت ببینیم. درس‌های بسیاری است. بسیاری از این شبهاتی که مطرح میشه و افراد بعضن اسلام رو متهم به خشونت میکنن، اگر کسی مطالعه در تاریخ سید الشهدا سلام الله علیه داشته باشه، البته خب در زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، زندگی امیرالمؤمنین، اما چون ایام متعلق به سالار شهیدان است، از این جهت بیشتر تمرکز روی واقعه عاشورا داریم. از این جهت اگر کسی مطالعه بکنه در جریان عاشورا و شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، به خوبی درک خواهد کرد که اسلام تکفیری از اسلام حقیقی جداست و اون فقط اسم اسلام داره، اون فقط شعارهای اسلام درش مطرحه، و الا در اسلام حقیقی که همون اسلام الهی است، یعنی اوامر و دستوراتش به عرض میشه که بر اساس حجت و برهان ثابت شده، در اون دستورات هیچ گونه تعدی و ظلمی در حق کسی اجازه داده نشده کسی بخواد انجام بده. لذا میبینیم که اون خطی که به نام اسلام هم هست ولی از اسلام حقیقی جداست، چه جنایت هایی رو اینها انجام دادن. فقط مربوط به این زمان نیست، اینها در زمان های مختلف عرض میشه که اون به اصطلاح افرادی که وصل به همون هستن، یعنی متابعت از همون
منحرفین میکنن، اینها در طول تاریخ جنایت های زیادی کردن. خب عرض شد که مثل دیروزی که 13 ماه محرم بود، اسرا وارد شدن بر ابن زیاد لعنت الله علیه و همچنین سر مقدس سید الشهدا رو آوردن. اونجا بحثی شد بین این ملعون و حضرت زینب سلام الله علیها و بی بی، بسیار با شجاعت و دلاوری جواب دادن و او رو مفتزح کردن. بعد از اینکه مقداری صحبت عرض میشه که رد و بدل شد بین ابن زیاد و بی بی حضرت زینب و حضرت زینب ایشون رو کوبید و ساکتش کرد، رو کرد این بار به امام زین العابدین سلام الله علیه، سوال کرد با بی‌ادبی و بی‌احترامی که این شخص کیه، حالا میدانه میشناسه؟ گفتن علی ابن الحسین. گفت مگر علی ابن الحسین رو خدا نکش، افعال ضد دین و ضد الهیشون رو همش میخواستن نسبت به خدا بدن برای خام کردن مردم. امام سلام الله علیه اینجا فرمودن که من برادری داشتم که نام او هم علی بود، مردم او رو کشتن نه خدا. گفت بلکه خدا او رو کش. امام سلام الله علیه این آیه رو از قرآن تلاوت کردن، الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند جانها را به هنگام مرگ میگیرد. بله جانها را خدا میگیره، اما اون کسی که اقدام برای قتل کسی میکنه و کسی رو میکشه او قاتله. اینجا دارد که ابن زیاد عصبانی شد، بر نمیتافت کسی به اونها حرف بزنه، جرأت هم نمیکرد البته کسی بخواد در مقابل یک چنین انسانهای خونخواری حرف بزنه. ناراحت و عصبانی شد که جرأت پاسخگویی به من رو داری؟ و عرض می شود که دستور داد گفت گردنش رو بزنیم. حالا امام عرض می شه که نه اهانتی به او کردن، نه عرض می شه که حرف تندی زدن، پاسخ عالمانه پاسخ محترمانه دادن. اما این طاغوت که عرض می شه که اینها فرعون بودن و اینقدر در خباست و گناهان و معاصی غرق بودن که یک عرض می شه که حالات خاصی هم داشتن، یعنی اصلا اجازه میدادن کسی بگه برای چش اونها ابروس. لذا اینجا دستور داد که امام زین العابدین سلام الله علیه رو ببرن و گردن بذارن. اینجا بی بی حضرت زینب سلام الله علیها اومدن و دست در آغوش، دست در گردن برادر انداختن رو و فرمودن که اینقدر که از ما کشتی بسنی، این رو هم میخوای بکشی؟ و اگر قصد کشتن این آقا رو داری من رو با او بکش. و امام زین العابدین رو بی بی عرض میشه دست به گردنش رو انداختن و ایشون رو عرض میشه که در آغوش گرفتن که محافظت کنن از جان این امام و حجت خدا. اینجا امام زین العابدین سلام الله علیه و عمشون فرمودن عمه جان اجازه بده من با این شخص صحبت کنم. بعد رو کردن به ابن زیاد که ای پسر زیاد، مرا به مرگ میترسانی؟ مگر نمیدانی که کشته شدن عادت ما و شهادت مایه سربلندی ماست؟ ابن زیاد دیگه ساکت شد، هرچی حرف بزنه بیشتر آبروی خودش میره و مفتزح میشه. دیگه اینجا به ظاهر آرام شد و دستور داد سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه رو بیارن. سر رو گذاشت، باز عرض میشه این عداوتی که دشمنان دین نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، ببینید جنایت رو انجام دادن، کشتن، اون هم با اون وضع فجیع. حالا هم اهل بیت سید الشهدا رو اسیر کردن، زن و بچه داغدار رو. بعد الان هم دست از سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه بر نمی داره، گذشته اونجا میخواد عرض میشه زخم زبان بزنه به این قلبهای مجروح این اسرا. دستور داد سر رو آوردن، الان شروع کرد
به عرض میشه پوزخند زدن و باز حرفهای عرض میشه باطل نوشتن. در دستش هم یه قضیبی بود، قضیب یه چوب باریک یا شمشیر باریک رو میگن، این رو میزد به دندانهای پیشین آقا سید الشهدا سلام الله علیه. اینجا یکی از اصحاب پیامبر به نام زید ابن ارقم حضور داره، یه پیر سال خورده بود، تا نگاش افتاد به این صحنه صدا زد که ابن زیاد بردار این قضیب رو از لب و دندان ابا عبدالله، به خدایی که معبودی جز او نیست قسم که من خودم بارها دیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این لبها رو میبوسید. بعد شروع کرد به گریه کردن. ابن زیاد ملعون که لعنت خدا و ملائکه و همه عالم بر او باد، اینجا شروع کرد به عرض میشه که جسارت و اهانت به این صحابی پیامبر، که گفت خدا چشمات رو بگریانه، برای فتح و پیروزی که نصیب ما شده تو ناراحتی؟ افتخارم داره میکنه که پسر پیغمبر رو کشته، و اگر نه این بود که پیر شدی و عقل تو از دست دادی، دستور میدم تو رو بکشن. اینجا باز حسب نقل دیگه ای داره که زید بن ارقم گفت یک حدیث دیگه ای برات میگم که غیظت بیشتر بشه، و اون دیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حضرت حسن رو بر دامن راست، حضرت حسین رو بر دامن چپ، و دستش رو بر سر این دو بزرگوار گذاشته بود و فرمود اللهم انی استودعک ایاهما و صالح المؤمنین، بار خدایا این دو و صالح مؤمنین. منظور از صالح مؤمنین امیر المؤمنین سلام الله علیه سلام الله علیه هست. نزد تو اینها رو من به ودیعت می سپارم، حال تو با امانت پیامبر خدا چنین می کنی، اونها رو کشتی، اهل بیتش رو اسیر کردی، الان هم نسبت به سر مقدس اون آقا داری جسارت می کنی. میان برنامه رو ببینیم و بازگردیم و ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم انشاءالله. عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا از سرزمین مقدس کربلا.
بحث رسید به ورود اسرا و سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه به مجلس ابن زیاد و سخنانی که اونجا رد و بدل شد بین ابن زیاد ملعون و حضرت زینب سلام الله علیها و امام زین العابدین سلام الله علیه و زید ابن ارقم که حضور داشت و به ابن زیاد حدیث پیامبر رو یادآوری کرد که پیامبر رو من خودم دیدم لبهای امام حسین رو میبوسید و تو داری الان با اون قضیب که عرض شد قضیب به چوب باریک یا شمشیر باریک گفته میشه که با اون داشت به لب و دندان سید الشهدا سلام الله علیه جسارت میکرد. باز حسب نقل دیگه ایست که انس ابن مالک میگه دیدم ابن زیاد که با قضیب به دندانهای امام حسین علیه السلام میزد و چنین میگفت که چه دندانهای زیبایی داری. اینجا انس ابن مالک میگه به او گفتم که به خدا که تو را قبیح و رسوا می نمایم، رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دیدم که جای فرود آمدن قضیب تو را از دهان او می بوسید. صدوق هم رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه از حاجب ابن زیاد که میگه وقتی که سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه رو آوردن این رو در تشت طلایی قرار دادن و گذاشتن جلوی او به دستور خودش و باز با چوب دستی. ممکنه حالا اینها در مراحل متعددی انجام شده باشه و میزد به دندانهای پیشین سید الشهدا و میگفت چه زود پیر شدی ابا عبدالله. مردی از حاضران اونجا بود باز این حدیث رو یادآوری کرد که من دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله رو که جای قضیب تو رو میبوسید، تو داری به اون لب و دندانی که پیامبر خدا احترام میکرد داری جسارت میکنی. در جواب ابن زیاد چی گفت؟ گفت که امروز عوض روز بدر است. اشاره داشتیم که اینها بر اساس اون تعصبات کفار جاهلیت که اگر کسی ازشون کشته میشد ولو به حق اینها کینه اون شخص رو به دل میگرفتن و باید از اونها خونی میریختن، پس بنابراین هیچ پایبندی به هیچ اصولی از اصول دین اینها ابدا نداشتن، بر همون روش جاهلیت خودشون بودن. اینها دنبال انتقام بودن از دودمان پیامبر به خاطر اینکه سران کفار که بزرگان اینها بودن، اینها معتقد به اونها بودن، اینها به دست امیرالمؤمنین به درک واصل شده بودند، لذا اینها دنبال فرصتی بودند که انتقام بگیرند. که یزید هم در اون اشعارش اشاره میکنه که کجان بزرگان من که ببینن چگونه یزید انتقام گرفت. اینجا هم ابن زیاد لعنت الله علیه عرض میشه که اشاره میکنه که امروز عوض روز بعد. بعد دستور داد که امام زین العابدین سلام الله علیه رو به زنجیر بکشن و با زنان و اسیران اینها رو به زندان ببرن. برخی هم گفتن وقتی که ابن زیاد خطاب سر مقدس امام حسین گفته که چه زود پیر شدی ابا عبدالله، اینجا بی بی حضرت زینب جواب دادن که برادرم پیر نبود، داغ علی اکبر او رو پیر کرد. باز داره در همون مجلس وقتی که عرض میشه که ابن زیاد جسارت کرد به سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، زنها و بچه ها ایستادن دارن نگاه میکنن. اینجا باز از حوادثی که نقل شده در اون محفل و جلسه این که همسر سید الشهدا سلام الله علیه بی بی حضرت رباب اونجا طاقت نیاوردن. وقتی که اون سر مقدس رو دیدن بلند شدن، سر رو از تش برداشت بی بی حضرت رباب و به دامن خود گذاشتن و بوسیدن و ناله جانگداز برکشیدن. باز از نقل هایی که در این باب هست صحابه رحمت نقل میکنه
از صاحب روضة الاحباب که از اکابر عامه است، میگه وقتی که ابن زیاد جسارت کرد به عرض میشه که سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه و اون قضیب که عرض شد چوب باریک یا شمشیر باریک بوده، بعد که این جسارت ها رو کرد سر رو گرفت و رو به خودش گذاشت و نگاه کرد به عرض میشه که سر مقدس سید الشهدا، یک دفعه دستش لرزید و سر مبارک سید الشهدا روی زانوی ابن زیاد افتاد و قطره خونی بر رانش چکید که این از جامعش گذشت، یعنی لباسش رو سوراخ کرد و رانش رو هم سوراخ کرد و از طرف دیگه رانش خارج شد و هرچی هم مداوام میکرد یعنی زخم شد. ما داریم که عرض میشه که نسبت به سر مقدس امام سید الشهدا سلام الله علیه، امام حسین علیه السلام که در جایی شفا داد شخص رو که مؤمن بوده و اینجا هم باعث جراحت شدیدی بر ابن زیاد شد، خون سر مقدس ابا عبدالله که دیگه عرض میشه هیچ چاره هم نداشت. ابن زیاد هرچی هم مداوام میکرد هیچ فایده ای نداشت و میگن بسیار متعفن شده بود اون زخمش و مجبور بود که مشک بماله که مقداری بوی ناخوشش رو همگان استشمام نکنن. نقبی هم با صحابه رحمت از ابن حجر نقل میکنه که از متعصبین عامه است که میگه وقتی که سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه رو آوردن به عرض میشه خانه ابن زیاد، از دیوارها خون جاری شد. این رو نقل میکنه صحابه رحمت، عرض میشه که از نفس المحمون و از سوائق المحرقه، صفحه 192. نقل ما از صحاب رحمت از نفس المحموم صفحه 402 و عرض میشه نقل ابن حجر در سوائق محرقه صفحه 192 که ممکنه حالا نسبت به چابها فرق کنه، اما اینکه انسان دیگه الان راحت میتونه دسترسی پیدا کنه. باز داره که مرجانه مادر ابن زیاد عرض میشه که به پسرش گفت ای خبیث، پسر رسول خدا رو کشتی، به خدا هرگز بهش را نخواهی دید. حتی مادرش هم او رو سرزنش کرد و او رو لعن کرد که چنین جنایتی رو انجام داده. نقل میشه که وقتی که سر عزیز زهرا سلام الله علیه رو آوردن در کوفه و اینها و این درد واقعا در عرض میشه که در کوچه و بازار و اطراف میگردوندن و صد هزار جمعیت اومده بودن به تماشا و همراه سر میگشتن، بعضی هاشون شادمان بودن و مسرور و بعضی هم در ناله و اندوه. و نقل میشه کسی هم جرأت نداشت از اسیران بخواد حمایت کنه، اگر میخواست حمایت کنه او رو میکشتن. باز از وقایعی که در این ایام اتفاق افتاد شهادت عبدالله ابن عفیفه که بعد از این که عرض میشه که این صحنه هایی که انجام شد و اینها، ابن زیاد از قصر بیرون اومد رفت مسجد و خدا رو حمد و ثنا گفت و که چنین بیان کرد که خدا اهل حق رو پیروز کرد، خودشون رو حق میدونستن با این جنایت هاشون و تعبیر میکنه از یزید به امیر المؤمنین و امیر المؤمنین یزید و پیروانش رو یاری کرد. این چقدر خباثت و پلیدی و پررویی، کشتن پسر رسول خدا، اسیر کردن اهل بیت او و این همه جنایت، بعد هم با کمال وقاحت و بی‌شرمی این گونه اظهار میکنه. اینجا جناب عبدالله ابن عفیف که از بزرگان شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، ایشون دیگه وقتی که نوشتن چشم چپش رو در جنگ جمل، چشم راستش رو در صفین از دست داده بود در نبرد و نابینا بود، همواره هم ملازم مسجد بود و عرض میشه که اهل نماز و روزه و عبادت، اینجا بلند شد و گفت ای دشمن خدا، دروغگو تو و پدرت هستی و آن کس که تو را فرمان روا کرده و پدرش،
ای پسر مرجان فرزند پیغمبر رو میکشی، بالای منبر به جای صدیقین مینشینی و هر سخن زشتی که میخوایی بر زبان میرانی. ابن زیاد ناراحت شد و باز گفت این شخص کیه؟ خیلی در خشم رفت. خب براش سنگین بود که کسی در مقابل عرض میشه که اعوان و انصار و مردم بلند بشه و او رو بخواد مفتزح کنه. گفت این سخنگو کیست؟ عبدالله خودش بلند شد و گفت منم. ای دشمن خدا، تو خاندان پاکی که خداوند پلیدی رو از اونها برطرف نموده میکشی و گمان میکنی که تو مسلمانی؟ کجاین مهاجرین و انصار که از امیر سرکش تو که خود و پدرش به زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله لعن و نفرین شده ان انتقام بگیرن؟ نکات مهمی است اینجا. ایشون به نقل از پیامبر این رو میگه که امیر سرکش یعنی یزید و پدرش اینا به زبان رسول خدا لعن و نفرین شده بودن. اینجا ابن زیاد نوشتن به حدی خشمگین میشه که رگهای گردنش نمایان میشه، دستور میده که او رو بیارن. افراد ابن زیاد که میخوان بیا او رو دستگیر کنن، اشراف قبیله ازود با 700 نفر اینها عرض میشه بسیج میشن و نمیگذارن که در اون مسجد اینها عبدالله ابن عفیف رو بتونن بگیرن و خلاصه او رو از مسجد خارجش میکنن، به خونه میبرن. اما ابن زیاد وقتی که شب میشه باز یه گروهی رو مأمور میکنه به فرماندهی محمد ابن اشعث، اینا میرن به در خانه عبدالله ابن عفیف و در رو میشکنن و وارد میشن. با اینکه نابینا بود عرض میشه که با راهنمای دخترش مقداری با اینها میجنگه و در نهایت او رو محاصره میکنن و نزد عبیدالله میبرن. عبدالله ابن عفیف که وارد بر ابن زیاد میشه چنین میگه: سپاس خدایی را که پروردگار جهانیان است. من پیش از آن که مادر تو را بزاید از خداوند خواسته بودم که شهادت را روزی من گرداند و خواسته بودم که این شهادت به دست ملعون‌ترین و مبغوظ‌ترین آنان در نزد خداوند انجام پذیرد. همین که چشمم از دست برفت از فیض شهادت مأیوس شدم و اینک سپاس خدای را که پس از ناامیدی شهادت را روزی من کرد. این شیعه دلاور امیرالمؤمنین سلام الله علیه و مستجاب شدن دعایی را که از دیر زمان نموده بودم به من شناسان. حالا خیال کرد ابن زیاد او را دستگیر میکنه، میاره این میترسه، نخه اومد وارد بر ابن زیاد شد، شروع کرد به گفتن چنین سخنانی و عرض میشود که اینجا دیگه ابن زیاد لعنت الله علیه دستور داد که سر این بزرگوار رو از بدنش جدا کنن. مأموران گردنش رو زدن و در سبخه کوفه به دارش آویختن. رضوان و رحمت خدا بر او باد. جانها به قربانت یا ابا عبدالله. چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد، وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد. زبان حال عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد، وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد. کی مونس شکست دلان حال ما ببین، ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین. اولاد خیش را که شفیعان محشرند، در ورطه عقوبت اهل جفا ببین. در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان، وندر جهان مصیبت ما بر ملا ببین. نی نی ورا چو ابر خروشان به کربلا، طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین. تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر، سرهای سروران همه بر نیزه ها ببین. آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام،
یک نیزه‌اش ز دوش مخالف جدا. ببین آن تن که بود پرورشش در کنار تو، غلطان به خاک معرکه کربلا. ببین یا بزعت الرسول ز ابن زیاد، داد کو خاک اهل بیت رسالت به باد داد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. Mm-hmm.